سرخط خبر هم. مرگ دست کم 63 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران. انتقادها از دولت برای بازگشایی ادارات بالا گرفت. تشدید نگرانی از گسترش کرونا در اروپا. آلمان هشدار داده که شاید 70% از مردمش مبتلا شوند. تلاش دولت افغانستان برای اجرای توافق صلح آمریکا و طالبان. با فرمان اشرف غنی 5000 زندانی طالبان آزاد می شوند. و گزارش بی بی سی مادر و فرزندی را در اندونزی به هم رساند. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. 21 اسفند 11 مارس، خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. رئیس جمهوری ایران از مردم خواسته تهدید کرونا را جدی بگیرند و در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از ادارات بازند و از کارکنان خواسته شده که بر سر کار برگردند. بعضی از نمایندگان مجلس و شورای شهر از دولت انتقاد کردند که با وجود گسترش خطر می‌خواهد شرایط را عادی جلوه بدهد و عملاً به گسترش بیماری کمک می‌کند. وزارت بهداشت میگوید از دیروز 63 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. شیدا هوشمندی گزارش میدهد. تب کرونا در ایران فروکش نمی کند. بسیاری نگرانند، اما زندگی جریان دارد. شما باید درس تو بخونی. برای کودکی که مشتاق آموختن است و معلمی که عاشق حرفش. برای آنها که به موسیقی پناه میبرند تا به روزهای روشن‌تر فکر کنند. و آنها که جان شیرین را عزیز میدانند. کار قشنگ فروشی ها، خدای آقا یه دونه فروشی ها اینجوری ببنده، دونه دونه ببندن دیگه کمتر میشه شیوع ویروس کرونا. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید تا ظهر امروز دست کم 9000 نفر مبتلا شدند. 354 نفر جان باخته و 2959 نفر بهبود یافتند. بنابراین آمار شمار جان باختگان ظرف 24 ساعت گذشته 63 نفر بوده که افزایشی 21% را نشان می‌دهد. بررسی نسبت شمار مبتلایان هر استان به جمعیت آن نشان می‌دهد که استان‌های قم، مازندران، مرکزی، گیلان و قزوین در بدترین شرایط هستند. اما هنوز از قرنطینه استان‌ها خبری نیست. اگر هدیه‌ای می‌خوایم در ایام عید بدیم، اگر رفت و آمدی می‌خوایم انجام بدیم، میشه همه اینا رو غیابی انجام بدیم. و حسن روحانی امروز بعد از مدت‌ها سکوت و بعد از آنکه به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول مقابله با ویروس کرونا شد، میگوید قرنطینه از لحاظ اجرایی پیچیده است. و این نکته رو هم من بگم، چون امروز ما در دولت یک بحث بسیار مفصلی کردیم، چون بعضیا پیشنهاد میکنن میگن که راه این شهر ببندیم، اون یکی میگه راه اون شهر ببندیم، یکی دیگه میگه بین یک شهر بزرگ بین شمال و جنوبش ببندیم، یکی میگه در شهر بزرگ بین شرق و غرب ببندیم. کارایی که ما امروز کامل بحث کردیم، یعنی از صبح تا همین دقایق پیش در دولت به طور کامل همه دوستان هم اظهار نظر کردن. تقریبا میتونم بگم اتفاق نظر همه این هست که برخی از چیزایی که گفته میشه در اجرا مشکلات بیشتری رو میآفرینه. ممکنه یه جایی رو حل کنه ولی 4 جای دیگه مشکل درست میکنه. حالا به نظر می رسد شهروندان ایرانی حتی در سال جدید هم از کرونا رها نشوند. اینجا علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از برآورد وزارت بهداشت درباره تاریخ اوج شیوع ویروس در سراسر کشور می گوید. این و خود جناب آقای وزیر در شورای امنیت ملی توضیح دادند که اگر همه چیز خوب جلو بره 20 فروردین به قله می رسیم و شروع می کنیم افت کردن و 2 ماه بعدم هنوز درگیر.
ویروس کرونا با خود سردرگمی و اخبار جعلی هم آورده. روزانه در فضای مجازی اطلاعات زیادی درباره روش‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر می‌شود. بسیاری از آنها نادرست است و ممکن است هزینه‌اش جان افراد باشد. خبرگزاری‌های ایران در روزهای اخیر از مسمومیت الکلی در 6 استان ایران خبر دادند که جان 10 نفر را گرفته. مسمومیت الکلی در ایران اتفاق جدیدی نیست، اما بیشتر این افراد تصور می‌کردند الکل برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا مفید است. در هیاهوی خبری کرونا بسیاری هم نادیده گرفته می‌شوند. آنهایی که به دلایل معیشتی نمی‌توانند در خانه بمانند، یا شاید اصلاً سقفی بالای سر ندارند که زیر آن پناه بگیرند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی از لندن با ما هستند. آقای مقدم، آقای علی عسکری گفتن که 20 فروردین، در واقعشون مدیر صدا و سیما هستن، گفتن که 20 فروردین اوج این بیماری هست در ایران. این تاریخ رو چطور میشه مشخص کرد؟ بله، متشکرم از تماستون. ببینید، ما در اپیدمیولوژی چیزی داریم به نام مدل سازی. این مدل سازی به این شکل کار میکنه که شما داده هاتون و یه سری پیش فرض ها رو راجع به اپیدمی که الان در حال اتفاقه، یعنی تعداد بیماران، تعداد نرخ سرایت، سرعت سرایت، تعداد کسانی که میتونن بیمارشن و به اصطلاح اتفاقاتی که داره میفته، آیا جایی ایزوله شده نشده، شما همه اینها رو توی یک مدل ریاضی و با کمک کامپیوتر سعی میکنید که مدل سازی کنید، ببینید این نرخ در آینده چجوری پیشرفت میکنه، چقدر با چه سرعتی بالا میره و کجا به اوجش میرسه و دامنش چقدر خواهد بود، یعنی که چند وقت بعد از اون پایین میاد. این کار شدنیه و همه جای دنیا دائم ازش استفاده میکنن. اینکه چقدر به اصطلاح واقع‌گرایانه باشه در بسته به اون داده های ابتدایی و پیش‌فرض‌هاست که اونا چقدر دقیقن. در ایران اما آیا مشخص هست که در واقع در روز چند نفر آزمایش میشن برای اینکه معلوم بشه که آیا اصلا مبتلا هستن یا نیستن، یا کسایی که حتی کشته میشن حتما آزمایش میشن؟ ببینید، با اطلاعاتی که من دارم بیشتر روی به اصطلاح همین مطبوعات هست و اطلاعات دست اول نیست، به نظر میرسه که خب به اندازه کافی کیت تو ایران فعلا در حال آزمایش هستن، برای اینکه میبینیم که این آماری که ما از WHO میگیریم آماری هست که تعداد کسانی هستن که حتما مشخص شده با آزمایش PCR که اینها به اصطلاح کووید 19 ویروسش رو داشتن. بنابراین طبق این میبینیم که هر چند روز بیشتر از 500 یا 1000 نفر، 1500 نفر دارن مثبت میشن. پس این تعداد آزمایش ها داره انجام میشه. در ضمن به من اطلاع دادن از همکارانم در ایران که حتی کسانی که تست نکردن و مشکوک میمیرن از اونها آزمایش گرفته میشه و برای به اصطلاح تست ویروس فرستاده میشه. آقای مقدم، اگر میشه خیلی کوتاه بگین، خب خیلی از مردم خودشون رو قرنطینه کردن و در خونه موندن، ولی خب مسلما کار سختی در روز خونه موندن. چه اقداماتی میشه که آیا این افراد میتونن مثلا شب برن هواخوری، جای خلوت برن، بیرون برن و اینها؟ ببینید، به نظر من در وهله اول مسئله خیلی مهم در اپیدمی اینه که مردم همه از کانال‌های رسمی اطلاعاتشون رو بگیرن و توصیه‌های مسئولین بهداشتی واقعا بهترین چیزه. در مورد سوال اخص شما، من مطمئنم مسئولین بهداشتی این به اصطلاح اطلاعات رو گذاشتن. وبسایتی هست به نام corona.ir که من خودم نگاه کردم و خیلی اطلاعات توش هست. وقتی شما به شما پیشنهاد ایزولیشن میدن، بستگی داره که شما تو چه مرحله هستی. اگه شما مشکوک به عفونتی دست خونه نباید خارجید، حتی برای هواخوری. اما اگه این بیماری رو ندارید و فقط خودتون رو از روی به اصطلاح واهمه ایزوله کردید، که خیلی هم خوبه، جایی که خلوت باشه، کسی نباشه، تماس مستقیم نداشته باشید، فکر میکنم اشکالی نداشته باشید. متشکرم از شما دکتر امین مقدم، ممنونم از وقتی که گذاشتید. همزمان در ایران کارزاری راه افتاده با هشتگ 14 روز قرنطینه که همونطور که از اسمش معلوم است، هدفش تشویق مردم به خانه ماندن در 4 روز آینده است. دلت میخواد این کابوس کرونا تموم بشه؟ فقط 14 روز. دلت میخواد بهار امسالت خزون نشه؟ فقط 14 روز. دلت میخواد با خیال راحت پدر و مادرتو بغل کنی؟ فقط 14 روز. دلت میخواد برگردی سر کارتو به کسب و کارت ادامه بدی؟ فقط 14 روز. از 21 اسفند به مدت 14 روز بمون توی خونه و بیرون نرو، فقط 14 روز. چیزی نیست که،
فقط 14 روز. مواد غذایی و مصرفیتون رو بخرد از 21 اسفند تا 5 فروردین بمون توی خونه. فقط 14 روز. فقط 14 روز. فقط 14 روز. فقط 14 روز. هشتگ فقط 14 روز یادت نره. فقط 14 روز. فقط 14 روز. فقط 14 روز. فرن تقی‌زاده همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیوست. فرن، فقط 14 روز مردم چی نوشته؟ ببین، فضا در شبکه‌های اجتماعی مختلف، پلتفرم‌های مختلف با هم فرق می‌کنه. ویدیویی که الان دیدیم رو پدرام صالح، یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام تهیه کرده بوده، دو روز پیش گذاشته روی صفحه خودش که امروز شروع کنن حالا بین اطرافیانشون یا جمع اینستاگرامی خودشون که 14 روز تو خونه بمونن تا این پیک دوران زمان ویروس کرونا بگذره یا اینکه خودشون رو بیشتر ایمن نگه دارن. در توییتر از روزهای قبل، تقریبا میتونم بگم از اوایل اینکه خبر کرونا در ایران منتشر شد، هم دولتی ها میخواستن، هم مسئولین میخواستن که از مردم تو خونه بمونن، هم یه هشتگی هم توسط وزارت بهداشت تقریبا میتونم بگم که راه اندازی شده بود، در خانه بمانیم بود، اون هشتگی که در توییتر بود. امروز من دیدم سبا آذرپیک خبرنگار هم اومده کمپین، یک هشتگی رو انداخته در توییتر که بیاد تجربه های دوران در خانه ماندن رو به نوعی با یک هشتگ که اسمش از تجربه کرونا جمع کنن و همه در موردش بنویسن. فضا در اینستاگرام تصویری هستش، فضا در توییتر نوشتاری هستش، جدیتر هستش. اون چی که در توییتر میبینیم بیشتر مشکلات هستش و اینکه چقدر سخته براشون ماسک تهیه کنن، همچنان ژل دست تهیه کنن، یا اینکه پرستارا و پزشکا به خاطر اینکه هوا داره گرمتر میشه این لباسهایی که میپوشن چقدر براشون سخته که در ساعتهای طولانی توی این لباسها بمونن و یک گرمای بیش از اندازه رو باید تحمل کنن. در مورد خیلی در مورد این مینویسن که مجبور شدن بلیط های سفرشون رو کنسل کنن و اولین نوروزی خواهد بود براشون که به دور از خانواده هستن. در کنارش هم یه سری دارن میگن که خب این کرونا و این دوری ها باعث شد که ما تجربه کسانی که سالهاست خارج از ایران موندن و نتونستن برگردن ایران هم درک کنیم و بفهمیم که اونها چه میکشن. ممنونم از فرن تقی‌زاده، شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکن. عربستان ایران را متهم کرده که به طور غیر مستقیم مسئول شیوع ویروس کرونا در جهان است. مقام‌های سعودی می‌گویند ایران گذرنامه اتباع عربستان را که از ایران برمی‌گردند مهر نمی‌زند و بی اطلاعی از سفر آنها به این کانون انتشار ویروس باعث شیوع آن می‌شود. همزمان صدر اعظم آلمان هشدار داده که 70% مردم این کشور، یعنی حدود 58 میلیون نفر، ممکن است به این ویروس مبتلا شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. مراسم سالگرد انفجار نیروگاه فوکوشیما، فاجعه‌ای که حالا زیر سایه سنگین یک خطر نامرئی دیگر به یاد آورده شد. ژاپن با 1200 مبتلا و 19 جان باخته ویروس کرونا به روزهای بهتری امیدوار است. مشخصاً به میزبانی المپیک تابستانی توکیو که هنوز بر آن تأکید دارد. در حال حاضر ما به تغییر یا تأخیر برنامه المپیک فکر نمی‌کنیم. شاید المپیک 2020 اصلا برگزار نشود. چهره دنیا در سال 2020 دگرگون شده و این صحنه ها از اینجا در لبنان تا اقصا نقاط دنیا همه جا دیده می شود. دنیایی که در آن خیابان های سوت و کور بیت لحم حکایتگر یک آگاهی تازه در تاریخ بشر است. آگاهی از خطری که دست کم گرفته شد و نتیجه آن تا به حال 130 هزار مبتلا و جان باختن نزدیک به 4000 نفر بوده. اعداد و ارقام هر روز بزرگتر می شوند و گفته های امروز صدر اعظم آلمان تلاشی بود برای آماده کردن نه فقط مردم کشور خودش بلکه مردم جهان برای اعداد و ارقامی بزرگ. وقتی ویروس شیوع پیدا بکنه جمعیت ما نه مسئولیتی داره نه واکسنی. از این رو با ادامه این وضعیت 60-70% مردم مبتلا خواهند شد. بازگویی این آمار خیلی ها را وحشت زده می کند. وحشتی که در آمریکا خود را در چهره سراسیمه این خریدارانی نشان داده که قفسه سوپرمارکت ها را خالی کردند. چه در آمریکا و چه در اروپا حالا تمرکز بیشتر بر روی آموزش کشتن ویروس کرونا است تا مهار آن. اگر مثل این مدرسه در فرانسه آموزش ها زودتر شروع شوند در دراز مدت بهتر جواب می دهد. خردسالان، جوانان و میانسالها در برابر ویروس کرونا مقاوم هستند و اگر عضو پرسنل درمانی نباشند احتمال از پا در آمدن به خاطر ابتلا بسیار اندک است.
اما توصیه شده هر کسی که مبتلا می شود خود را حداقل دو هفته قرنطینه کند، حتی اگر معاون وزیر بهداشت بریتانیا باشد که امروز اعلام کرد کرونا گرفته و دو هفته در خانه می ماند. حال نه در بریتانیا، نه در ایران و نه در آمریکا ویروس کرونا وزیر و وکیل را در امان نگذاشته. مقامات ایران در این میان از حمله های تند عربستان هم در امان نبودند که امروز آنها را متهم به بیمسئولیتی و شیوع ویروس کرونا در جهان کرد. ایران پیشتر گفته بود عربستان مسئله را سیاسی نکند. هم اتهام و هم پاسخ اتهام یادآور جدال لفظی مشابهی بین آمریکا و چین است. اما واکنش اقتصاد به ویروس کرونا گویی فارغ از دعوای سیاستمداران راه خود را می‌رود. راهی به سوی رکود. از صدها میلیارد دلار افت ارزش سهام بازارها تا ده‌ها میلیارد دلار خسارت به صنعت هوایی جهان تا ضربه به صنعت توریسم که جذاب‌ترین نقاط گردشگری را مثل فواره قدیمی روم از سکه انداخته. ایتالیایی‌ها برخلاف دیگر کشورهای اروپایی کل این کشور 60 میلیونی را زیر قرنطینه بردند. تدابیری که شاید همه جا جواب ندهد ولی مفهوم امنیت را زیر و زبر کرده. اینجا در نجف وظیفه این سربازان جلوگیری از نفوذ خرابکاران و بمبگذاران بود، ولی حالا باید جلوی نفوذ دشمنی را بگیرند که نمی‌بینند. سیاوش اردلان، بی بی سی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک روز بعد از مراسم تحلیف دستور آزادی 5000 زندانی طالبان را صادر کرد. در این فرمان آمده 1500 زندانی طالبان ظرف 4 روز آینده آزاد می شوند و بعد از آن روزانه 100 زندانی دیگر. آزادی زندانیان طالبان بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بوده. نسرین نوا از کابل گزارش می دهد. بارها با این کار مخالفت شده اما با موافقه پایان یافته. آزادی زندانیان طالبان از بند دولت. محمد اشرف غنی چندی پیش به شدت با بندی از توافقنامه آمریکا و طالبان مخالفت کرد. او گفته بود زندانیان طالبان را آزاد نمی کند. سوگند یاد می کنم. اصرار به این موضوع اما دوام نیافت. در مراسم تحلیف با حضور زلمی خلیلزاد و فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان وعده صدور رهایی هزاران زندانی طالب را داد. حکم آزادی 5000 زندانی طالبان دیر هنگام دیشب که بیشتر مردم در خواب بودند صادر شد. در فرمان قید شده که زندانیانی آزاد شوند که تضمین کتبی بدهند و به میدان جنگ برنگردند. این موضوع سوال‌های زیادی را ایجاد کرده ولی دولت به مردم اطمینان می‌دهد. قرار نیست حکومت افغانستان بدون شرایط، بدون اینکه ما مطمئن شویم که به یک صلح پایدار دست یابیم یا بدون تضمین اینکه کاهش خشونت همچنان ادامه داشته باشد تا ما به آتش بس برسیم و مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت بگیره، ای افراد رها شوند. آقای غنی قبلا درباره آزادی زندانیان طالبان به نیت شک نگریسته بود، اما در حکمش آزادی 1500 زندانی طالب را حسن نیت خوانده. گفته اگر روند مذاکرات هیئت دولت و طالبان رضایت بخش باشد هر 15 روز 500 زندانی را رها خواهد کرد. طالبان نیز قرار است 1000 زندانی دولت را آزاد کنند. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از فرمان آقای غنی خواستار شروع مذاکرات صلح در قطر شد. مذاکراتی که انتظار می‌رود خشونت را میان طالبان و دولت کاهش و منجر به آتش بس شود. با همه امیدواری که وجود دارد مردم نگران پس لرزه‌های برگزاری دو مراسم تحلیف هستند و اینکه آیا دو پادشاه در یک اقلیم خواهد گنجید. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. امین الله حبیبی کارشناس نظامی از کابل با ماست. آقای حبیبی خوش آمدید به برنامه. آقای اشرف غنی همین هفته پیش بود که گفته بود که هیچ کس نمیتونه دولت افغانستان رو مجبور بکنه به آزادی زندانیان طالبان. چه شد که موضعش عوض شد؟ با سلام به شما و بینندگان شما. ببینید موضعش تا حدودی عوض نشده، چون که
این 5000 زندانی که گفته بودن بلا قید و شرط آزاد نمیشن و یک باره هم آزاد نمیشن. بر اساس شرایطی که دولت افغانستان مطرح کرده این زندانیان آزاد میشن. 1500 که گفتن آزاد میشن بر اساس وقتی که در زندان بودن، مشکل مریضی و امثال اینها، ولی بقیه این زندانیان قرار است که زمانی که مذاکرات شروع میشه بین این هیئت سوی افغانستان و طالبان و همچنین زمانی که عرض کنم این مذاکرات جریان داشته باشه، در جریان مذاکرات این بخش دیگری از این زندانیان آزاد خواهند شد. برابر این آزادی این زندانیان در قالب یک پروسه است که پروسه‌ای که طالبان با همین روند مخالفت کرده. ببینید، طالبان میتونن مخالفت بکنن. مسئله اساسی این است که چانه‌زنی‌های دولت افغانستان با طرف آمریکایی و با طالبان تازه شروع میشه. ممکن است طالبان با دولت آمریکا به توافق‌هایی رسیده باشن، ولی چانه‌زنی دولت افغانستان از سوی دولت افغانستان، از سوی مردم افغانستان تازه شروع میشه. الزاماً به معنای این نیست که هر توافقی که اونجا شده 100% از این طرف پذیرفته شود. همین که گفته میشه که این عرض کنم زندانیان در جریان مذاکرات رهاشان، به معنی این است که باید طالبان بپذیرن که وارد مذاکره با هیئت افغانستان میشن و بشینن روی میز و بعد در اونجا بخش دیگری از این زندانیان آزاد شوند. اگر ایالات متحده آمریکا با این موافق نباشد، باید دولت افغانستان چانه بزند که این فشار رو روی طالبان بگذارن تا بپذیرن. به هر حال مذاکره یک طرف قضیه این مذاکرات صلح دولت افغانستان است و اینجا هنوز چون که گفتم این مذاکرات تازه شروع میشه. آقای حبیبی، آیا معلوم هست که اصلا این افرادی که آزاد میشن دقیقاً چه کسانی هستن؟ اسم و رسمشون چیه؟ جرم و جنایتشون چیه؟ اینا رو اعلام قرار هست بکنن؟ اعلام نکردن، منتها چون که آقای خلیلزاد گفتن اسامی اینها از سوی طالبان قبلا به دولت آمریکا سپرده شده که اینها آزاد شوند. ببینید، مسئله اساسی که خیلی روی این بحث آزادی زندانیان صحبت میشه، من به نظر من مشکل افغانستان مشکل آزادی زندانیان نیست. مشکل افغانستان مشکل ارادی سیاسی در طرفین است که آیا واقعا میخواهند در افغانستان صلح شود یا نه. حلقاتی که پشت طرفین هستند، آیا اینها میخواهند که در افغانستان صلح شود یا نه. اگر این اراده وجود داشته باشد، آزادی زندانیان در این روند چندان تاثیر بزرگی نمیتونه داشته باشد. ممنونم از شما امین الله حبیبی، کارشناس نظامی از کابل با ما باشید. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. منابع بی بی سی فارسی تایید کردند که محمد علی طاهری، بنیانگذار و رهبر عرفان حلقه، از ایران خارج شده. آقای طاهری با اتهام‌های نظیر توهین به مقدسات و کسب اموال نامشروع حدود 8 سال را در زندان سپری کرد. او ابتدا به اعدام محکوم شد، اما بعداً حکمش به حبس تغییر کرد. ترکیه از روسیه خواسته با موارد نقض آتش‌بس در استان ادلب سوریه برخورد کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته که چند مورد کوچک نقض آتش‌بس اتفاق افتاده. روسیه از نیروهای دولت سوریه حمایت می‌کند و ترکیه از شورشیان منطقه که عمدتاً شبه نظامیان اسلام‌گرا هستند. یکی از این گروه‌های شبه نظامی ویدیویی از راکت پرانی منتشر کرده که می‌تواند نقض آتش‌بس محسوب شود. مجلس سفلای روسیه اطلاعیه قانون اساسی را تصویب کرده که میتواند دوره حضور ولادیمیر پوتین در ریاست جمهوری را حتی از دوران زمامداری جوزف استالین رهبر شوروی سابق طولانی تر کند. این اصلاحیه بعد از تایید در مجلس اولیا ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. با این تغییر، بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای پوتین در سال 2024، او میتواند مانند یک نامزد جدید از نو در انتخابات شرکت کند. و حالا داستان زندگی یک پسر اندونزیایی که بعد از 15 سال مادرش را پیدا کرده. ایوان وقتی کودک بود از خانه فرار کرد و ارتباطش با خانواده قطع شد. او در مالزی کارگر است و بدون مدارک شناسایی نمیتواند به خانه برگردد. اما بعد از انتشار تصویرش در یک گزارش بی بی سی توانست خانواده‌اش را پیدا کند. ایوان آخرین بار مادرش را وقتی 6 ساله بود دید. با پدرش غیرقانونی وارد مالزی شد. وقتی کودک بود به دلیل مشکلاتی از خانه فرار کرد. بدون مدارک شناسایی نمیتواند به اندونزی برگردد.
tahu di mana. Aku carinya enggak tahu di mana. Semua aku enggak ada. بعد از اینکه داستان زندگی ایوان در یک گزارش بی بی سی درباره کارگران مهاجر منتشر شد، پدرخوانده اش با بخش اندونزیایی بی بی سی تماس گرفت. جمیله. بس تو بو. Aku tanya mamanya, lepas dia dari kerja kan. Aku bilang, betul kah ini kupunya anak? Kita punya budak, dibilang iya. Jadi aku kasih tahu. Kita hubungi BBC News Indonesia pasal dia yang YouTube masuk anukan kita di YouTube, dibilang boleh. بعد از اینکه BBC هویت مادر ایوان را تایید کرد، به خانه او رفت. Bersyukur banget kalau aku, Bu. Tidak pernah, selama dia jalan itu, Bu, tidak pernah sampai sekarang sampai ketemu. Gambar pun tidak, suara pun tidak, nomor telepon pun tidak. Hala 15 tahun بعد از جدا شدن از پسرش به خانه ایوان آمده. Mamaku. Mamaku, mama nak. Mama nak Iwan, mama nak perlu lah. Anakku sayang aku nak Iwan. Aku rasa memang tak percayalah sama sekali kan. Bahwa ni betul-betul orang tua saya. Itulah aku nak macam peluk pun tak seberapa kan. Orang tua saya sudah dekat dengan saya. Macam, ya, itulah kenapa terus saya menangis. Terus peluk. Perasaan saya, Bu, aku bilang anak betul sudah ini, Bu. با این گزارش به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.